همزمان با ادامه برگزاری جلسات طرح چشمانداز کربلا در سال 2030 با پنجاه میلیون برای زیارت اربعین توسط مؤسسه مسبال علیه السلام استاندار کربلا خبر از موافقت با اجرای پروژه بزرگ در این راستا خبر داد نصیف الخطابی استاندار کربلا شامگاه دوشنبه از موافقت محمد شیا السودانی نخست وزیر این کشور برای اجرای پروژه بزرگ در شهر مقدس کربلا خبر داد به گفته اون نخست وزیر عراق دویست میلیارد دینار برای ساخت جاده بزرگ کمربندی بالام مقدس امام حسین علیه السلام اختصاص داده است استاندار کربلا تاکید کرد موافقت نخست وزیر عراق با اختصاص بودجه دویست میلیارد دیناری مربوط به آغاز به کار فاز اول این پروژه در شهر مقدس کربلا می باشد به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه الخطابی در ادامه سخنان خود گفت این پروژه یکی از پروژه‌های راهبردی مهم استان بوده و باعث افزایش توانمندی و تقویت جایگاه این منطقه در عراق می‌شود. از جمله اهداف اجرای این پروژه کاهش قابل توجه حجم تراکم ترافیک و رفت آمد در همه محله‌های مسکونی در استان همچنین بهبود وضعیت تردد ازاداران حسینی به ویژه در اوج حضور زائران حرم مطهر حضرت سید الشهدا در مناسبت های خاص همچون دهه محرم و ایام می میباشد لازم به ذکر است که جلسات مؤسسه مصباح حسین علیه السلام در خصوص طرح چشمانداز کربلا در سال بی سی با 50 میلیون برای زیارت اربعین به منظور ارائه و بررسی طرحها و ایده‌های مختلف جهت پذیرایی از انبوه زائران اربعین و ارائه خدمات به آنان کماکان ادامه دارد این مؤسسه که در زمینه توسعه و نیکوکاری فعالیت می‌نماید تلاش دارد که در توسعه و اجرای راهکارها و ایده‌های مهمی که بتواند به رفاه بیشتر حال زائران امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و خدمت رسانی هرچه بیشتر به آنان بیانجامد همراهی و مساعدت همه جانبه نبوده و بدین منظور تمام همت خود را به صورت مستمر در این زمینه به کار گرفته است.